بیشتر آزادی اجتماعی. بعضی وقتا میدونیم مردم خب اینم یه چیز چطور میگن از اون پاشنه های آشیل فرهنگ ماست، باید اینو راحت باشیم، قبول بکنیم، بشنویم، ناراحت نشیم. شما میاید با یه پابلیک فرانسوی چیز میکنید، میخونید براشون، درست نمیفهمن، لذت میبرن، میگه ای چقدر زیبا، چه تونهایی، چه هارمونیایی توش هست. ماها تحملمون کمه، فرهنگ تحمل، به خاطر استبدادهایی که ما پشت سر گذاشتیم تو تاریخمون، تاریخ استبدادها بوده. بله. شما مثلا فرهنگ خب یا آلمانی رو با یه فرانسوی وقتی مقایسه میکنید، اولین چیزی میبینید آلمانی یعنی بیسمارک، فرانسوی یعنی مثلا روبسپیر و انقلاب مثلا 1907، انقلاب کبیر فرانسه. آره فرانسه. خب چرا؟ خب اینا طبیعیه که خب این تأثیری که میذاره تو فرهنگ امروز مردم اینه که وقتی نگاه میکنه پشتش میگه او این نور آبی، اینجا نگاه میکنه میگه او مثلا چیز همش تاریکیه. خب اینا طبیعیه که فرهنگ عدم تحمل، عدم بردباری، عدم تالرنس که میگن، نداشتن صبر و حوصله، صبر و حوصله، این چیز میکنه که مثلا خب ما وقتی خب شما یه فارس زبان، شما که فارس نیستی، فارس زبان حالا 100% میگی اگه پیدا بشه، حالا بعد چیز نکنه حرف در نیارم پشت برنامه‌تون آقا این چی میگفت، حالا مسئله نیست، همه به قول او همه مال یه جایی هستن، گفته بود آره، یکی گفته بود یا آقا 50% مردم ایران چیزن ترکن دیگه، میگه بابا 50% بقیه هم ترکن، خودشون نمیدونن. حالا برای شوخی میگیم، ولی خب ولی اگه ترک هم نیستن اونا فامیلای ترک دارن، چون همه پدر یا مادرشون یا بالاخره عموشون بالاخره یکی چیز کرده، یکی خیانت کرده اومده اینا رو آورده تهران، گفته که فارسی باید صحبت بکنی که راحت باشی، لهجه نداشته باشی، ما لهجه داریم، موفقم هستیم واقعا. پس نمونه منو بگیرید، به زبان مادرتون هم صحبت بکنید، فارسی هم یاد بگیرید، به درد میخوره یه روز. خیلی خیلی ناسیونالیست ترک هستی سوالا. نه یا ترک هستی یا نیستی، از این دو حالت خارج نیست. نه طبیعیه، یعنی ببین خیلی چیزه، من یه دفعه حالا اسم نمیبرم، بعد از مسئولین رسانه‌های فارس زبان تورنتو هم هست، بعد ایشون من یه دفعه یه عد دیدم که مجمع پزشکان فارس زبان فلان جا چیز جمع، من یه لحظه همینطور موندم، بعد یه اتفاقا یه دفعه یه مقاله بود در روزنامه شهروند، من جواب داده بودم برای یکی از دوستامون که انتخاب کرده بود از صحبت من، من گفتم که شما تصور بکنه که یه ترک زبان میومد مینوشت که یه اعلامیه میدادن که انجمن پزشکان ترک زبان در تورنتو جلسه دارن، خب میگفتن اینا تجزیه طلبن دیگه. یعنی ما وقتی بگیم که مثلا افغانستان هم فارسی، حالا همون فارسی هم نباشه تو فارسی صحبت میکنن، ایران هم فلان و فلان جمع بکنیم، این باعث افتخاره، ولی یه ترک بگه که آقا مثلا ما فقط تو همون منطقه 50 میلیون ترک داریم، میگن آقا اینا میخوان جدا بکنن. خب این همون مسئله عدم تحمله. درست. یعنی ما اگه تحمل داشته باشیم، یه خب آذربایجانی هر چی قوی باشه به نفع همه است. بدبختی اینجاست، یعنی ما باید خوشحال باشیم که من میرم بالا، شما هر کی روش می‌کنی، ما باید، یعنی اینطوریه که ما باید همه چیزو هم دیگه رو به تفاهمو داشته باشیم. تفاهمی نیست که شما فارسی صحبت بکنید من بفهمم. تفاهم اونه که ما همدیگر رو بفهمیم، یعنی شما اجازه، منم اجازه داشته باشم که کتاب خودم رو داشته باشم بگم. به زبان خودم. آره. حالا نریم رو از هنر نریم به ادبیات، ولی خواستم بگیم که ترک ها در همه جای ایران هستن، مثلا ما خودمون پدر مادرمون ترک هم، ولی خب خوزستان بزرگ شدیم، آبادان بودیم، مسجد سلیمان بودیم، یعنی در خوزستان بزرگ شدیم مثلا، ولی اصالتمون ترکه، یعنی اگر که مثلا بخوای به اصل و ریشه بری ترکه میگم، ولی مثلا ببین همه جا مهاجرت میکنن، همه جا الان دیگه دنیا که همه مهاجرن بود، مثلا ما بزرگ شده اونجاییم، حالا مثلا من مادر بزرگ خودم مثلا روسی بلد بود و ترکی، یعنی فارسی بلد نبود، بعد همیشه به مادر ما شکایت میکرد که چرا این نوهای من ترکی بلد نیستن، خب ما نمیدونیم، ما مثلا خوزستان بزرگ شده بودیم، میومدیم مثلا تهران فامیل میدیدیم، مثلا میومدیم مثلا بعد که مدرسه تموم شد، اینه که داشتیم میگفتیم ترکا همه جا هستن، واقعا همه جا ایران ترکا هستن، همه جا رفتن و همه جا ریشه دوندن و حالا فرهنگ خوبی هم دارن، فرهنگ موسیقی، فرهنگ هنر ترکی واقعا تو همه جای به اصطلاح موسیقی ما هست، یعنی ریشه داره،
و حالا از موسیقی گفتیم جدا نشیم، شما اشاره کردین اینا خیلی خوبه که این های این چیزایی که صحبتایی که میکنید اینا هم پیشینه هنری شما واقعا این اجازه رو میده که شما راجعش صحبت کنید، چون هنرش رو دارید و چون ادویکیشنش هم دارید، یعنی رفتی تحصیل کردید. این هنر شماست و این واقعا علم شماست که رفتی تحصیل کرد. خیلی ها متاسفانه ندارن هیچ کدومشو، ولی خیلی بیشتر حرفش میزنن. حالا بذارید ما صحبت رو کنم. عالم قاسموف میدونه که جایزه یونسکو رو برای 1999 فکر کنم تو دنیا گرفت که به خاطر مقامات، یعنی ردیف همون ردیف فارسی است. حالا به اون یه ژورنالیست سوال، خیلی سوال میداد، بعد برگشت گفت بود که آقا ما کارمون خوندن، اون میکروفون رو بده ما بخونیم، من صحبت بلد نیستم. حالا ما به طور زنده برای شما یه دونه آیرلو همون رو خواستم بگم، یه تیکشو که آره خواستم بگم که به حرفمون رو کم کنیم، بعد باور بکنن که ما ترکی، من هم میگم بابا این که فارسه. نه خیلی جالب بود و خیلی میخواستم اتفاقا بگم وقت داریم، اتفاقا از فرمان پرسیدم بچه ها وقت دارم یه آیرلی خو از یه تیکش یوسف سوالان عزیز خواهش کردیم، از اول برنامه زیاد منتظرتون نمیذاریم، با هم دیگه میشتمیم صدای به بلندای کوههای سبلان، یوسف سوالان جان وایسی اتاق فرمان بذار درست کنند. پس هر وقت حاضر بودین به ما بگید. اوکی آره بعد اونجا درست کنه صدا رو که فلسفه شما میخونیم متوجه هم نمیشن، هیچ مشکلی ندارن، نمیپرسن یک کلمه میپرسید از چی صحبت میکردید. ماها وقتی متوجه نمیشیم میگه خب آقای صاحب مثلا من شنیدم دیگه، میگه آقا ما صدای شما دوست داریم ولی همش ترکی میخونید. آخه یا بابا همین شماها هستید دیگه. فردا آره مثلا همون آدمی که مثلا به من انتقاد میکرد، فرداش من این پاوروتی در گذشت دو سال پیشش بودم، گفت آقا این چیز شد فلانی چه صدایی داشت، گفتم شما گوش میکردم یا گفتم من میخوندم، گفتم آقا شما ایتالیایی بلد؟ میگه نه. میگم بابا آدم بیرحم و مروت، زبان ما رو هم نمیفهمی. خب میگه ما هموطنیم. خب شما به هموطن اینقدر چیز نمی تحمل نداری که نیم ساعت گوش کنی نفهمی موسیقی رو لذت ببر، که شما ناپولیتون که بلد نیست. حالا غیبت نکن. خب بریم آیرلی. خب با صدای یوسف سامانا فیکرین دنگ جلر یا تا بیلی میرم بو فیکری باشمدن آتا بیلمیرم نی نیم کی سنه چاتا بیلمیرم آیرلگ آیرلگ آمان آیرلگ هر بیر دردتن آلایر یامان آیرلگ uzundur hicrinden kara geceler bilmirem ben gedim hara geceler vurup dur gelbime yara her bir dertten olayır yaman ayrılık 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 aman ayrılık her bir dertten olayır yaman ayrılık. خیلی عالی بود. بله بله ماشاءالله.